سلام، اینجا کالوگوه، خیلی خوش اومدید. قرار تو این ویدیو درباره این که چه گوشی بخریم یا راهنمای خرید گوشی با هم دیگه صحبت میکنیم. اولین موردی که در مورد قیاس با گوشی ها میشه درباره صحبت کرد سیستم عامله. که سه تا سیستم عامل ما داخل بازار داشتیم که یکی از اونها دیگه الان پشتیبانی ازش نمیشه، که ویندوز فون بود که کنار گذاشته شد، و الان دو تا سیستم عامل در حال حاضر توی بازار تلفن های همراه موجود هست، یکی اندروید و یکی iOS. اندروید برای خیلی از تلفن های همراه ارائه میشه، ولی iOS انحصاری کمپانی اپل، برای گوشی های آیفون زده میشه. و خب اینکه کدومش بهتر همیشه سوالی بوده و یک دغدغه بوده، و اکثر کسایی که اندروید داشتن به سمت iOS سویچ میکنن یا میرن یه گوشی iOSی میخرن، برای اونها سخته به گوشی iOS کار کردن، و بالعکسش کسایی که iOS داشتن و میرن یه گوشی اندرویدی میخرن هم براشون سخت کار کردن براش با گوشی اندرویدی. به خاطر همین خب آزادی عمل تو اندروید بیشتره، ارتباطات خیلی راحت تر، اوپن سورسه، ولی حجم برنامه خیلی سنگین تره. هماهنگی بین سیستم عامل و سخت افزار یه ذره چون انحصاری نیستش مشکل داره، هر چقدر هم که حالا داره هماهنگ‌تر میشه روز به روز، ولی خب باز هم یه ذره لگ ها و باگ هایی رو داره. ولی خب iOS انحصاریه و هماهنگ، خیلی هماهنگ با توان پردازشی تقریبا پایین‌تر، میتونه خیلی کارهای بیشتری رو شما انجام بده، و رابط کاربری که خب دوست داشتنی هر میگم رابط کاربری روی هر گوشی هم متفاوته، ولی iOS و انحصاری اپل رابط کاربری دوست داشتنی داره و کسایی که باش کار میکنن ازش لذت میبرن. یه سری فانکشنال و یه سری عملکردها داره که انحصاری iOS و توی اندروید کمتر باش برمیخورد. مورد دوم که کسی که میخواد بره گوشی بخره دوربینشه، که به عنوان پارامتر مهم معمولا لحاظ میکنن دوربین رو. خب دوربین تلفن های همراه الان تو بازار از دو نظر رشد پیدا کرده، یکی از لحاظ تعداد، یکی از لحاظ مگاپیکسل. خب ببینیم این رو بگیم که مگاپیکسل به عنوان یک فاکتور تبلیغاتی ممکنه که مثلا برند بشه ولی و مهم باشه، ولی به عنوان یک کیفیت بگیم آقا افزایش پیدا کرده یا یه چیزی مثل اون خیلی ضعیفه، که مثلا میگه آقا 48 مگاپیکسل دوربین این گوشی هستش مثلا، یا 64 یا 108 مگاپیکسل آقا دوربین گوشی هستش، حتما از این 12 مگاپیکسلی بهتره. نه، همچین چیزی نیستش. اگر دوربین گوشی رو بخوایم بررسی کنیم، اولین پارامتری که باید مد نظرم باشه گشودگی دیافراگ که با F نشونش میدن، که هر چقدر این نسبت فاصله کانونی و گوشی دیگه دیافراگم تلفن همراه شما بیشتر باشه، خب قاعدتا نور بهتری رو میگیره، تو تاریکی میتونه بهتر عملکرد بهتری رو داشته باشه. خیلی فاکتور خیلی مهم دیگه هستش که میتونه روش تأثیر بذاره. پس به نظر من اولین پارامتر F دوربین تلفن همراهه، که خب جدیدن هم خیلی روش مانور دارن میدن. دومین پارامتر برای کسایی که علاقمند به فیلم برداری هستن با تلفن همراه به درد میخوره، که اون هم لرزشگیر و اپتیکاله، OIS به اصطلاح، که خیلی کمک میکنه شما دوربینتون لرزشگیر و اپتیکال نداشته باشه، با تکون دستتون همون تکون رو شما روی دوربین میبینید و لرزش خیلی زیادی دارید، ولی خب اگه لرزشگیر و اپتیکال داشته باشید خیلی نرمتر و صافتر تکون رو احساس میکنید. مورد سوم که به عنوان پارامتر خیلی مهمه تعداد دوربین گوشی ها هستش. خب نمیتونیم اجتناب بپذیریم از این قضیه که آقا تعداد دوربین توی گوشی ها مهم هست یا نیست. چرا؟ چون هر کدوم از اینا همونجوری که مورد اولی که گفتم فاصله کانونی متفاوتی رو دارن ارائه میدن و عمق متفاوتی رو میتونن برای شما ایجاد بکنن، و بعضا بعضی از اونها با ترکیب با هم دیگه میتونن یه تصویر رو برای شما بسازن. پس تعداد دوربین ها مهمه، ولی نه به عنوان یه پارامتر خیلی خیلی تاثیرگذار. این تلفن همراهی که الان دست من هست 3 تا دوربین داره. دوربین اصلی 48 مگاپیکسله که به الان دیگه رایج شده بین تلفن‌های همراه میان دوربین واید. یه دوربین دیگه ای داره که اولترا وایده، یعنی لنزش زاویه بیشتری رو برای شما میگیره،
و یه دونه تلفن، یه دوربین دیگه هم داره که بهش میگن تلفوتو، که برای عکاسی های پورتره خود بعضی از گوشی ها خودش به تنهایی، بعضی از اکثر گوشی ها با ترکیب با دوربین واید این کار رو انجام میده. ولی این گوشی که آیفون و آی اس که دست من هستش با دو دوربین داره، فقط حالت اولترا واید و واید رو داره و تلفوتویی هم که داره، بگرفتن حالت تلفوتوی عکس برداری هم که انجام میده با استفاده از کار نرم افزاری داره انجام میده و سخت افزارش موجود نیست. این که میبینید تلفن های همراه تعداد دوربیناشون زیاد میشه، دلیلش از این قراره. پس اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم که چند تا دونه تلفن، چند تا دونه دوربین برای تلفن های همراه وجود داره: یک واید، دو اولترا واید، سه تلفوتو، چهار عمق سنج که دوربینایی با مگاپیکسل خیلی پایینن که اکثرا اعدادش گفته نمیشه، و پنج دوربینای پیروسکوپی که زوم خیلی زیادی دارن که روی گوشی‌هایی که الان داریم این ویدیو ضبط می‌کنیم تو بازار هستن، پی سی پرو داره ارائه میشه، و سامسونگ اس 20 که تازه معرفی شد و روی این دو تا گوشیه که سوپر زوم قرار داره و زوم اپتیکال بالای روشون وجود داره. دیگه دوربین سلفی هم وجود داره که اونها میتونیم به ناچ قطره‌ای در اینجا اشاره کرد. دوربینای به اصطلاح سامسونگ خودش میگه هول حفره‌ای، اونها که تو این گوشه قرار دارن، تو وسط قرار دارن، نمیدونم دو تایش تو استن پلاس میبینیم تو اینجا، یعنی انواع مدل های دوربین سلفی هستش که خب ببینید اکثرا ناچات شبیه همن، حفره‌ای و ناچو شبیه همن، زیاد تفاوتی نداره، فقط حفره‌ای یعنی که یه ذره صف نمایش بیشتر دید زیاد تفاوت نکنه. ولی پا مزیتی که داره این که آقا شما صفحتون فوله فوله، یعنی شما هیچ چیزی اینجا مزاحم ندارید که صفحتون رو برش زده باشه و بخواد کم بکنه، مزیتش اینه. ولی عیبه یه مزیت دیگه هم که داره این که شما خب همیشه موقعی که تلفن صحبت می‌کنید اینجوری میگید جلوی گوشتون می‌خواید صحبت بکنید و این صفحه نمایش همیشه چه گلس داشته باشه نمیشه کثیفه، چون چربی صورت روش مالیده و اینا، و دوربینای سلفی معمولا کثیفن، به خاطر همینه که هیچ موقع رزولوشن مطلوبی رو نمیگیره. ولی وقتی دوربین پاپ اپ باشه، شما وقتی توی حفره خودش قرار گرفته و توی محل استقرار خودش قرار گرفته، همین الان یه دونه مو افتاده بود روش، برداشتم دوربین سلفی رو، دوربین سلفی به خاطر اینکه تو اونجا قرار گرفته کثیفیش کمتره، مادر همین یه ذره احساس میکنه کیفیت دوربین سلفی کیفیت دوربین بالاتری داره، حتی مثلا اگر کیفیتش ضعیف‌تر باشه. ولی خب معایب زیادی هم داره. الان شما اگر صدای، بذارید من دوربین سلفی اینو باز بکنم و تنها صدای دوربین سلفی هست، خب صدای دوربین سلفی صدا داره وقتی میخواید دوربین سلفی رو باز بکنید، پاپ اپ احتمال آسیب دیدنش خیلی بالا، اگر ضربه بخوره خدا نکرده احتمال آسیب دیدگی داره، موتور داره، موتورش ممکنه تو دفعات، و تا دلتون بخواد برای کسایی که اهل ریسک کردن نیستن چیز مناسبی نیستش دوربین پاپ اپ، یعنی توصیه ما نیستش که دوربین پاپ اپ برام بخرن. ولی اگر واقعا کسایی هستید که صف نمایش انقدر براتون مهمه، دوربین پاپ اپ بخرید. مورد سومی که توی تلفن های همراه خیلی مهمه و حائز اهمیت، سخت افزار خود تلفن همراه و مهمترین پارامتر در سخت افزار خود تلفن همراه، سی پی یو یا چیپست اصلی که توی داخل گوشی ها به کار میره. خب اگر بخوایم درباره انواع سی پی یو هایی که کمپانی مختلف تولید میکنن صحبت بکنیم، یه برند تایوانی اگه اشتباه نکنم هستش که سی پی تولید میکنه به نام استپ دراگون برای گوشه اندرویدی، iOS که قضیهش جدا و مفصل توضیح میدم براتون. و جدای از اونها برند سامسونگ سی پی یو انحصاری خودش به نام اگزینوس داره، برند هواوی سی پی یو انحصاری با نام های سیلیکون رو داره یا با برند تجاری کایرین بیشتر شناخته میشه، اون رو برای خودش داره، و یه شرکت دیگه هم وجود داره که اون هم سی پی داره میزنه، شرکت چینی مدیاتک. خب اگه بر اساس کیفیت توان پردازشی بخوایم داره دست بندی کنیم، قطعا بهترین کمپانی که الان تمرکز انحصاریش فقط روی سی پی یو، کمپانی اسنپ دراگون
که قوی ترین سی پی آر رو داره میزنه، ولی تقریبا الان مثلا کمپانی مثل هواوی با برند های سیلیکون یا اگزینوس سامسونگ یا برند های دیگه سی پی آر خوبی هستن، نمیگیم اونا ضعیفن، ولی قطعا توان پردازشی درجه یکی که اسنپ دراگون دارن ارائه میدن رو ندارن و این رو به بنچمارک ها اینا کاملا مشخصه. بماند از این که مثلا آره میان یه بنچمارکی میدن که آره مثلا یه مدل جدیدتر رو میان با یه مدل قدیمیتر از اسنپ دراگون مقایسه میکنن، اینا به این نکته چیزا این بنچمارک بالاتری داره، ولی توی یک بگفتنی ابعاد نانومتری اگر بخوایم مقایسه بکنیم، الان مثلا سی پی آی که الان هستن اکثرا 7 نانومتری و 6 نانومتری هستن، 7 نانومتری و 6 نانومتری اکثرا تقریبا توی رنج توان هستن، با اختلاف خیلی کم تو اندرویدی و اسنپ دراگون یه ذره بالاتره. به خاطر همین هستش سامسونگی که مثلا سی پی انصاری اگزینوس رو داره هنوز داره از سی پی یو اسنپ دراگون روی پرچم داراش و گوشه‌های دیگه‌اش استفاده میکنه. به خاطر همین اگر از سی پی یو اندرویدی ها بگذاریم، سی پی یو آی او اس که انحصاری برای خود کمپانی اپل هستش بهش برمیخونیم که با معماری A ساخته میشه، A11, A12, A13 همینجوری با عدد میاد بالا و خب انحصاری اپل طبق گفته خود اپل با قیاسی که مثلا با اسنپ دراگون همرده خودش کرده بود با توان پردازشی 40% بالاتر، یعنی با توجه به هماهنگی هم هستش، ولی قابلیت این رو داره که سی پی یو A14 فکر کنم A15 نمیدونم حالا مقایسه کرده بود، چیزی که قیاس کرده بود نزدیک به 40% توان پردازشی هم در خود سی پی یو هم در خود سی پی یو اکسران یه بخش دیگه هم دارم دانم پردازنده گرافیکی، هر دو حالا نزدیک به 40% بالاتر از بهترین نسخه اسنپ دراگون توان پردازشی داشت که خودش جای تعجب و تأمل داره و این حرف اپل، ما نمیگیم که این داستان جامعه عمل پوشونده، بیگم بستگی به هماهنگی سیستم عامل و سخت افزار داره. مورد دیگه ای که در مورد سخت افزار گوشی ها صحبت میشه میزان رمه. خب هر چقدر رم گوشی ها بالاتر باشه گوشی خیلی از فانکشن ها رو سریعتر انجام میده، همونجوری که در مورد لپتاپ ویدیو لپتاپ صحبت کردیم، این رو گفتیم که سی پی یو مثل مغز میمونه و رم مثل دست و پا میمونه، این دوتا باید دیگه باید هماهنگی داشته باشن، نمیشه یه سی پی یو خیلی ضعیف با یه رم مقدار رم خیلی بالا باز اون بازدهی مناسب رو نداره، یا بالعکس سی پی یو خیلی قوی با یه مقدار رم خیلی پایین داشته باشیم، بعد این دوتا با هم دیگه مچ یا اصطلاحا کامپتیبل باشن تا بتونیم به بهینه ترین وضعیت ممکن برسیم. خب رمی که الان آیفون داره تو گوشیاش به کار میبره حالا مال 2019 4 گیگ رمه، ولی پرچم دارای 2019 اندرویدی 8 گیگ و 12 گیگ رم هم تو خودشون دیده بودن و این نشون دهنده اینه که خب یه ذره با توجه به اینکه حالا آی او اس داره کمتر میزان رم به کار میبره ولی همون فانکشن و همون عمل کرده داره دیده. یعنی اینکه تو اندرویدی یه ذره میزان رم و بهینه بودن اپلیکیشن ها یه ذره پایین تر و همون که گفتیم آی او اس یه ذره هماهنگ‌تر و بهینه‌تر به خاطر همین قضیه است، ولی خب میگم دسترسی ها اندروید خیلی راحت‌تر و اوکی‌تره. مورد بعدی که دربارش می‌خوایم صحبت بکنیم صفحه نمایشه و هر دو این گوشی‌ها صفحه نمایشه با کیفیت بالا و رزولوشن تقریبا یکسانی رو دارن. خب توی صفحه نمایش گوشی اگر میخواید، من این دو تا گوشی رو مقایسه نمیکنم، این رو به عنوان نماینده اندروید بگم، این رو به عنوان نماینده آی او اس، ولی اگر توی گوشی ها میخواهید صفحه نمایش به عنوان پارامتر مهم براتون هست، من پارامترهای صفحه نمایش رو بهتون میگم. خیلی پارامترهای مهمی داره. یک پی پی آی تصویر خیلی براتون مهم باشه. ببین رزولوشن به معنای اینه که آقا چقدر پیکسل توی این تصویر گنجونده شده، ولی پی پی آی یا پارامتر خیلی مهمتریه. هر چقدر پی پی آی بره بالاتر یعنی چگالی تصویر بالاتر و این خیلی چیز مهمیه. شما این لحاظ بکنید که اگر گوشی رو میخواید بخرید پی پی آی بالاتر داشته باشه، اشباع رنگ بهتر و این پی پی آی یعنی اون دوندونه هایی که شما دارید میبینید رو کمتر میبینید.
چرا؟ چون پی پی آی تصویر نسبت رزولیشن به ابعاد تصویر، به ابعاد صفحه نمایشتونه. مورد بعدی در مورد صفحه نمایش اینه که نیت یا نور صفحه نمایش هستش، که هر مدل از پنل‌های صفحه نمایش، امولد، سوپر امولد، آی پی اس، هر کدوم از اینها یه نیت نوری دارن. مورد بعدی خود پنل صفحه نمایشه، که در مورد نیت بگم که هر چقدر نیت نوری بالایی داشته باشه، خب نور بیشتری رو میتونه صفحه نمایش از خودش متصاعد بکنه. در مورد صفحه نمایش هم بگم که صفحه نمایشی که الان تو بازار هستن به دو تا خانواده کلی تقسیم میشن، شاید دیتیلی با هم دیگه متفاوت باشه، ولی تو کل خانواده که هستن AMOLED و IPS هستن، که به نظر من هر دو تا صفحه نمایش معقول و خوبن، سلیقه‌ای. این یه ذره اشباه رنگ بهتری داره، مشکی خیلی بهتر نشون میده، IPS اشباه رنگ پایین‌تری داره و چون IPS یه لایه بیشتر داره نیت کمتری هم قاعدتاً داره، ولی در هر حال هر دو صفحه نمایش صفحه نمایش خوبی هستن. مورد صفحه نمایش گوشی رو باید به اون اشاره بکنیم که الان خیلی باب شده و خوراک کسایی که میخوام بازی و گیمینگ و اینجور کار رو انجام بدن، به نظر من نرخ رفرش صفحه نمایشه. خب ببین، نرخ رفرش صفحه نمایش یعنی چی؟ اول یعنی چی؟ یعنی که صفحه نمایش شما چند بار در ثانیه خاموش روشن میشه. ببینید، این تمام صفحه نمایش هایی که ما داریم الان میبینیم خاموش روشن میشه، ولی چشم ما توانایی این رو نداره که کاملا مشاهده بکنیم که این چند بار خاموش روشن. اگر با دوربین ها صفحه نمایش قدیمی رو عکس میگرفتید یا میخواستید فیلم بگیرید، این پرت پرت میشد. این دقیقا همون نرخ رفرش صفحه نمایشه که توی گوشی جدید الان 60 هرتز، 80 هرتز، 100 و تا 120 هرتز هم رفته بالا. و این نرخ رفرش یعنی که چند بار صفحه ریسپانس داره میگیره از ما و پاسخ میگیره و چقدر به ما نشون میده، صفحه رو چقدر سریع میتونه رفرش بکنه و ما نشون بده. خب این یه پارامتر مهم برای گیمر هست، ولی واقعا کسایی که اگر نمیخوان گیمینگ انجام بدن، به نظر من پول بیخودی برای نرخ رفرش بالای صفحه نمایش ندن. فکر نمیکنم پارامتر دیگه در مورد صفحه نمایش مونده باشه. ابعاد سلیقه‌ای، نسبت صفحه نمایش سلیقه‌ای، اینا چیزایی که دیگه باید خودتون برید با توجه به سلیقه‌تون انتخاب بکنید. ولی چیزایی که مهم بود میزان روشنایی، پی پی آی تصویر و نوع صفحه نمایش‌های مختلف که چه نوع صفحه نمایش‌هایی رو داشته باشه. مورد دیگه‌ای که بعد در مورد گوشی صحبت کرد این که شما چقدر ارتباطات می‌خواید بگیرید با گوشیتون. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا الان این گوشی از جک سونی، بخشید، از USB تایپ C داره استفاده میکنه، به انضمام اینکه جک سونی میلیمتری صدا رو هم داره. این گوشی که iOS فقط پورت خاص خودش رو داره به نام پورت لایتنینگ و جک سونی میلیمتری و اینا هم که هیچی نداره و کم کم هم البته کمپانی دارن به سمت حذف جک سونی میلیمتری میرن، برای بعضی خوشایند، برای بعضی ناخوشایند، دیگه سلیقه‌ایه. مورد بعدی که توی خرید گوشی فکر می‌کنم چیز مهمی باشه، متریال و جنس گوشیه. این الان این گوشی که دست منه پشت شیشه است، دور قاب دورش آلومینیومه و همچنین این گوشی پشت شیشه است و دور قابش آلومینیومه. خب شیشه آلومینیومی حس بهتری به آدم میده تا پلاستیک، با توجه به اینکه الان گوشی‌ها شارژ وایرلس، یعنی آپشن شارژ وایرلس رو دارن تو خودشون. به نظر من شیشه و آلومینیوم بهترین جنسی که میشه استفاده کرد، با توجه به اینکه شکنندگی شیشه یه چیز خیلی بدیهیه، یعنی شما دست بیفته احتمال شکستنش خیلی بیشتر از پلاستیکه، ولی خط و خش افتادن و آسیب‌های اولیه که پلاستیک داره فاجعه بالاست و این رو من خودم شیشه رو به خاطر همین ترجیح میدم. با توجه به این که حالا اینو بگم که شیشه هایی که الان روی گوشه گذاشته میشن یه محافظ، یعنی سعی میکنن درجه حفاظتیشو ببرن بالا. گوریلا گلاس 5، گوریلا گلاس 6 الان داره تو بازار استفاده میشه که محافظت بکنن از این گوشی ها. بندی بکنیم، پارامترهای دیگه هم وجود دارن که مثلا جنس که بهتون گفتم جنس گوشی چی باشه، اینجور داستان، ابعاد نسبت تصویر تلفن همراه هستش.
سیستم عاملی که اشاره کردیم، آن حسگرای اثر انگشتن که الان خیلی متنوع شدن. خب یه گوشی مثل آیفون فقط فیس آیدی داره، یعنی با فیس آیدی فقط باز میشه، ولی یه گوشی مثل اثر انگشتی اندروید الان اومدن حسگرای اثر انگشت رو گذاشتن زیر صفحه نمایش. قبلا این پشت بود، الان بعضیا بغل میزنن. اینو واقعا سلیقه است، ولی حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش به نظر من هیچ گوشی فعلا توی سرعت وان پلاس نرسیده. حالا باید ببینیم آیفون های 2020 شاید اومدن و اونا سریعتر بودن، ولی خب میگم با یه گلس که ما ایرانی اکثرا محافظت میکنیم از صفحه نمایش گوشی، اون با گلس خیلی سخت. حافظه داخلی که پارامترهای خیلی مهمه که بعدا بر نیازتون میتونید اونا رو تهیه بکنید. دیگه تعداد سیم کارت ها و نوع سیم کارت هایی که میخوره، پشتیبانی از حافظه خارجی، این پارامترهایی که موقع خرید گوشی حتما باید حواستون بهش باشه. جکو که بربارش صحبت کردم و پارامتر آخر که فکر کنم پارامتر خیلی مهمه و مونده هنوز دربارش صحبت نکردم، باتری گوشی است. ببینید باتری گوشی ها توی چندین سال اخیر یه تحول نسبی پیدا کردم و اون هم افزایش ظرفیت بنابر نیاز سیستم و افزایش میزان شارژ دهی و افزایش سرعت شارژ بود، که خب فکر میکنم اکثر گوشی ها الان شارژرهای بالای 15 وات 12 وات دارن و سریع شارژ میکنن. باید با توجه به نیازتون ببینید که چقدر شما نیاز به شارژ دارید، چقدر نیاز به فست شارژینگ دارید و چقدر نیاز به شارژ دهی دارید. هر گوشی با گوشی دیگه شارژ دهیش متفاوته. تنها پارامترم فقط به میلی آمپر ساعته دقت نکنید که بگید آقا این 4500 میلی آمپر ساعته 5000 میلی آمپر ساعته به خاطر همین باتری خیلی بزرگی داره. نه، اینجوری نیستش. ممکنه یه گوشی مثل این باشه ولی صفحه نمایش خیلی بزرگی داشته باشه، ارتباطات زیادی داشته باشه و خیلی پارامترهای دیگه هستش که باعث میشه که این گوشی، مثلا این گوشی دوربینش پاپاپه، همین خودش هر دفعه شما می‌خوای سلفی رو باز و بسته کنی یه موتور داره روشن و خاموش میشه، یه موتور الکتریکی، خود همین شارژ شما رو مصرف می‌کنه. به خاطر همین خیلی پارامترها هست که روی باتری تاثیرگذاره و صرف این که یه باتری میلی آمپر ساعت بالایی داره دنبال گوشی نباشید. آیفون هم فعلا طبق گفته خود آیفون میلی آمپر ساعت نمیگه، فقط میگه از اون آیفون بهتر شد، از این آیفون بدتره، یعنی با هم دیگه مقایسش میکنه و نمیشه دقیقاً گفتش که مثلا آیفون این آیفون چه باتری داره با چه ظرفیتی. این از این مورد. توجه به افزایش قیمت تلفن های همراه و نرخ دلار، قاعدتا خب هر کسی که تلفن همراه میخره سعی میکنه که محافظت از اون رو هم انجام میده. خب الان انواع محافظ صفحه های مختلف وجود داره، فقط پارامتر و مهمترین چیزی که از این، مثلا الان به این گوشی یه کلاس 9H، حالا تو بازار میگه 9H قرار داره که یه تأثیر میذاره روی فینگرپرینت این گوشی، خب چون زیر صفحه نمایش هستش. ولی خب این گوشی هم نه، اینجوری نیستش. یا این گلس مثلا آنتی یووی، اگر توی زاویه های مختلف بگیرم بنفش رنگی رو میبینیدش. خب اینجوری خاموش باشه اگر بگیرم بهتره. خب این اتفاق خب یه چیزهای مختلفی که محافظت میکنه با توجه به قیمت گوشی. قدیم شاید مثلا ما گفتیم ارزش نداره گوشی، همینجوری خوشگلی خوش دست راحت فلان مثلا، ولی الان کسی اینجوری گوشی استفاده نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی بذار خدمت شما عرض کنم، اینا رو ببینید، اینو میندازی دورش، قشنگ 2.5 کیلو وزن اضافه میکنه به خاطر محافظت از تلفن همراه و همچنین اینم برای این آیفونه. و این آیفونه رو نگاه بکنید، محافظ لنز دوربین داره، محافظ گلس داره، دیگه کاملا کاوره، یعنی این گوشی کاملا کاور شده. و درباره محافظت صحبت کردیم، این که گوشی آی پی های مختلف دارن. مثلا این گوشی که الان دست من آی پی محافظت نداره نسبت به رطوبت، ولی این یکی محافظت کامل در برابر رطوبت و گرد و خاک داره که آی پی 68. سعی کردیم کاملا درباره ابعاد مختلف تلفن‌های همراهی که داخل بازار ایران هستند و کمک به این که بتونید یک خرید مناسب داشته باشید صحبت می‌کنیم. امیدواریم که مد نظرتون باشه
ویدیوهامون معمولا طولانیه چون من کم حرف نمیزنم و بحث واقعا برای اطلاعات واقعا برای دادن به شما خیلی زیاده. باز هم الان من کلی بریدم از این ور اون ور و پارامترهایی هستش که بعدا خودم بدم بهت ای چرا اینو نگفتم. به خاطر همین ویدیو طولانی میشه. خواهش میکنم که توی آپارات یا یوتیوب، آپارات یه ذره سخت آپلود میشه، دیرتر بارگذاری میشه، ولی یوتیوب سریعتر مطمئن میکنیم آپلود بکنیم براتون. ویدیو رو کاملش ببینید، نظر بدید، به ما کمک بکنید برای اصلاح شدن و درست کردن این ویدیوها. امیدواریم که مد نظرتون قرار گرفته باشه. کامنت، لایک، شیر اگر مورد استفادهتون بود انجام بدید. خیلی مخلصیم. خدافظ.